روزه های درد و وحشت ولی فقیه ارتجاع در مجلس رژیم و در تلویزیون حکومتی در پی کنفرانس بین المللی در پارلمان اروپا. اتحادیه اروپا تنها چند روز پس از تصویب قطعنامه ضد نظام، این بار جلسه‌ای به ریاست استرون استیونسون و حضور آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس این پارلمان ترتیب داد تا یک بار دیگر، البته با حضور مجاهدین، به سناریوی حقوق بشر و تغییر حکومت در ایران پرداخته شود. دست این گروهک به خون صدها هزار نفر آلوده است. این کنفرانس یک روزه با حضور تعدادی از اعضای پارلمان اروپا با ادبیاتی گستاخانه به موضوع حقوق بشر در ایران پرداخت. به دنبال برگزاری کنفرانس بین المللی در پارلمان اروپا، قیز و کین ولی فقیه ارتجاع در تلویزیون حکومتی و در مجلس ارتجاع بارز شد. سایت مجلس آخوندی به نقل از عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم نوشت اقدامات حمایتی پارلمان اروپا از مجاهدین به لحاظ حقوقی باید پیگیری شود. جای تأسف دارد امروز که اتحادیه اروپا دم از حقوق بشر میزند، از مجاهدین حمایت میکند. تلویزیون حکومتی هم زوزه های درد و وحشت خامنه ای را منعکس کرد. پارلمان اروپا که چند روز گذشته در قطعنامه ایران را به بهانه های واهی و غیر منطقی به نقض حقوق بشر متهم کرد، حالا نشستی را با اعضای گروهکی برگزار کرده که سابقه انواع جنایت ها علیه ملت ایران و مردم عراق دارد. گروهک منافقین، گروهکی که تا چندی پیش در فهرست سیاه گروه های تروریستی کشورهای غربی بود. نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و من گزارش های نگران کننده ای در این باره در دست دارم. پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه تنها پس از گذشت چند روز از تصویب و صدور قطعنامه ضد ایرانی، این بار جلسه ای را به ریاست استرون استیونسون، رئیس گروه ساختگی پارلمان اروپا موسوم به دوستان ایران آزاد و حضور آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس این پارلمان ترتیب داد تا یک بار دیگه، البته این بار در حضور گروهک تروریستی منافقین، به سناریوی نخنمای حقوق بشر و تغییر حکومت در ایران پرداخته بشه. هفته گذشته قطعنامه ما درباره رژیم ایران در پارلمان اروپا تصویب شد. اگرچه بسیار ضعیف بود، اما مقامات رژیم از رئیس مجلس گرفته تا امام جمعه به اتحادیه اروپا حمله کردند. معتقدم باید در این باره قوی‌تر عمل می‌کردیم. بخش قابل تأمل و تأسف‌بار این کنفرانس به اصطلاح بین‌المللی مدافعان گزینشی حقوق بشر اینه که از گروهکی میزبانی و اطلاعات کاملا کذبی رو دریافت می‌کنن که اتفاقا خود اینها گروهک منافقین رو در فهرست سیاه تروریستی قرار دادن و می‌دونن دست این گروهک به خون صدها هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است. این کنفرانس یک روزه با حضور تعدادی از اعضای پارلمان اروپا و سرکرده گروهک منافقین در استراسبورگ فرانسه با ادبیاتی وقیحانه و گستاخانه به موضوع حقوق بشر در ایران پرداخت.